سلام به کلاس نقاشی مادران خوش آمدید. در ادامه کلاس آخر زمانی خواهید داشت که با خود فعلی تان رو شوید. در کلاس گذشته شما نقاط قوت و ضعف خودتان را به اشتراک گذاشتید و هم کلاسی شما از دیدگاه جدید یا همانطور که هستند به آنها نگاه کرد. و همچنین فعالیت طراحی بدن را انجام دادید. در حالی که به خود فعلی خودتان از نظر ظاهر، شخصیت و نقاط قوت و ضعف خود تمرکز کرده اید. من کنجکاف هستم که بدانم شما چه احساسی داشتید. من میخواهم از شما درخواستی داشته باشم. در کلاسی گذشته هم کلاسی شما از دیدگاهی جدیدی و نقاط ضعف شما نگاه کرد. اما آیا میدانید خداوند از چه دیدگاهی به شما نگاه می کند؟ آیا قبلا به آن فکر کرده اید؟ ما اغلب خودمان و دیگران را خیلی راحت قضاوت می کنیم وقتی کسی کاری انجام می دهد که ما دوست نداریم در قلبمان از آن شخص بدمان می آید و وقتی او کار اشتباهی انجام می دهد و آن اشاره می کنیم. و زمانی که خودمان مرتکب اشتباهی بزرگی شدیم یا کار اشتباهی انجام دادیم احساس گناه می کنیم یا از خودمان بیزار می شمیم. همه ای اینها با میارهای خودمان قضاوت می شوند. همه ما از میارها و دیدگاه های فردی خود به دنیا نگاه می کنیم. طبق استانداردهای هر فرد، افراد زیبا و افرادی نچندان زیبا وجود دارند. با توجه به استانداردهای هر فرد به نظر می‌رسد که برخی افراد دارای آن هستند و برخی دیگر فاقد آن اما معیارهای خدا و دیدگاه خدا چگونه است؟ خداوند در ایمان مسیحی که من به آن اعتقاد دارم دیدگاهی متفاوتی از دیدگاه انسان‌ها دارد چون ما موجودات ناقصی هستیم اشتباه کردن در طبیعت ماست و کمبود داشتن هم طبیعی است هیچ کس نیست که اشتباه نکند حتی اگر کامل به نظر برسد ولی ما نمیتوانیم آن ضعف و کمبودها را ببینیم هر کس چیزی را بدون آن که از آن خبر داشته باشد کم دارد وقتی نقاط قوت و ضعف خودتان را به اشتراک میگذارید چه احساسی دارید وقتی که نقاط قوت خودتان را به اشتراک میگذارید شاید احساس خجالت کنید اما خجالت نکشید شاید بخواید آنها را پنهان کنید این برای هر انسانی طبیعی است با این حال امیدوارم برای نقاط ضعف خود خیلی خجالت نکشید یا برای پینهان کردن آنها تلاش زیادی نکنید. زیرا از دیدگاه خدا شما همانطور که هستید دوست داشتنی هستید. دوست داشتن خدا بی قید و شرط است ولی دوست داشتن آدم ها معمولا با قید و شرط هستند. آیا تا به حال تمام تلاش خودتان نکردین که کسی شما را بشناسد یا هدیه ای بدهید که شما را دوست داشته باشند؟ اینو کارها که ارزش دوست داشته شدن را دارند، کارهایی هستند که مردم انجام می‌دهند تا توسط دیگران دوست داشته شوند. اما خدا اینطور نیست برای دریافت شناخت و محبت خداوند لازم نیست با آنچه میگوییم یا آنچه انجام میدهیم مبارزه کنیم هرچی بیشتر به قانون خداوند پایبند باشیم آیا خدا بیشتر ما را قبول یا تایید میکند قطعا نه خدا ما را از روی گفتار و کردار ما قضاوت و ما را همانطور که هستیم دوست دارد در هر قسمتی که کم داشته باشی خداوند از وجود تو راضی هست و هر خطا یا گناه بزرگی که مرتکب شوی خداوند تو را با رحمت و محبت فراوان میبخشد وقتی این روز را به یاد می آوریم، دیگه از خودمان بدمان نمی آید. بلکه می توانیم را دوست داشته باشیم قبل از اینکه خدا را ملاقات کنم از خودم متنفر بودم و دوست نداشتم نمی دانستم چطور خودم را دوست داشته باشم هر وقت کمبودی داشتم و اشتباهاتم را می دیدم، خودم را سرزنش می کردم و از خودم سوء استفاده می کردم فکر می ارزش زندگی کردن را ندارم اما بعد از تجربه عشق بیکران خداوند کم کم شروع به دوست داشتن خودم کردم و وقتی همان کمبودها را داشتم و اشتباهاتم را مرتکب می شدم مثل قبل خودم را سرزنش نمی کردم و به خودم توهین نمی کردم. زمانی که هیچ امیدی به زندگی نداشتم خداوند به من امید واقعی تازه ای داد و زمانی که نمی خواستم زندگی کنم به من قدرت داد تا با آن زندگی کنم و این گونه شد که دوباره به زندگی کردن ادامه دادم. من تجربه ام را با شما در اشتراک می گذارم. زیرا از صمیم قلب امیدوارم که شما هم اینها را تجربه کنید همه عزیزان همه شما ارزش زندگی را دارید شما نمی توانید وجود خودتان را با هیچ چیزی عوض کنید زیرا شما شبیه به خدا آفریده شدید و خداوند برای هر یک از شما از همه دنیا ارزشی بیشتری دارد به عنوان کسی که عشق خدا را تجربه کرده تک تک شما بسیار ارزشمند و دوست داشتنی هستید من صمیمانه امیدوارم و دعا می کنم که عشق خدا را تجربه کنید و این سعادت را داشته باشید که با این عشق خود و همسای خویتان دوست داشته باشید. حالا اجازه دهید فعالیت را توضیح دهم. ده امروز ما در حال ساخت خودنگارهای موزاییکی هستیم. نقاشی هایی را که نقاط قوت و ضعف خود را بیان کرده اید و تصویر چهره خود را در مقابل خود بیرون بیاورید. وقتی همه چیز آماده شد خطوط صورت خود را مانند آنچه در سمت چپ می بینید، برش دهید پس از اتمام برش آن را روی کاغذ دیگری قرار دهید و خطوط صورت خود را با مداد بکشید مانند آنچه در سمت راست میبینید ویدیو را مکس کنید و فعالیت را شروع کنید این تکه کاغذ را برای لحظه ای کنار می و نقاشی را که هفته گذشته کشیدیم به قطعات کوچک تبدیل می کنیم. کاغذ را به اندازه و شکلی که می خواهید آزادانه برش دهید و پاره کنید. خوب است به یاد آوریم که در گذشته در کلاس موزاییک چه می کردیم؟ اگر کاغذ را خیلی کم برش دهید چسباندن آنها سخت می شود و اگر آن را خیلی بزرگ کنید فعالیت به سرعت به پایان می رسد و خسته کننده خواهد بود پس لطفا آن را در اندازه مناسب برش دهید اندازه یک تا دو سانتی متر مناسب خواهد بود پس از برش و پاره شدن کاغذ تکه های کاغذ را داخل صورت که چند وقت پیش کشیده اید بچسبانید. از آنجایی که چسب زدن روی هر تکه کاغذ کوچک بسیار سخت است، می توانید ابتدا چسب را روی کاغذ صورت خود بمالید سپس تکه های کوچک را بچسبانید. اما چرا تصویری را که کشیدیم با تلاش زیاد پاره می کنیم؟ متاسفم که مجبور کردم تصویری را که با این همه تلاش کشیده اید ببرید اما برای این است که آن را به تصویری معناتر و با تر تبدیل کنید وقتی برش آنها را تمام کردید نقاط قوت و ضعفی که بیان کردید مخلوط می شوند و این چیزی است که من می گویم معنای مهمی دارد بسیاری از مردم دنیا با بررسی نقاط قوت و ضعف شما به راحتی در مورد شما قضاوت می کنند. اما دیدگاه خدا با دیدگاه مردم دنیا متفاوت است. همانطور که همه تکه های کاغذ با هم مخلوط می شوند، بدون تمایز یکی می شوند خداوند شما را با گفتن این که نقاط قوت خوبند و نقاط ضعف بد هستند قضاوت نمی کند. او کسی است که برای وجود شما ارزش قائل است بدون توجه به ظاهر شما. در حین انجام فعالیت امروز امیدوارم زمانی داشته باشید که بدون توجه به نقاط قوت و ضعفی که دارید احساس کنید و تجربه کنید که چقدر وجودتان ارزشمند است هفته گذشته از منظر خود و از منظر جدیدی از همکلاسیانتان خود به خود نگاه کردید و امروز در حالی که در حال انجام فعالیت هستید به چشمندازی که خداوند به شما نگاه می کند فکر کنید. امیدوارم نه فقط امروز بلکه از این به بعد خودتان خانواده و همسایگانتان را آنطور که هستند از منظر خداوند ببینید و بپذیرید و آنها را دوست بدارید. اکنون ویدیو را مکس کرده و فعالیت را شروع کنید. تصویر سیلویت برش خورده صورت تصویر آن روی کاغذ رنگی قرار داده شده است. وقتی تمام قطعات را داخل خطوط صورت خود وصل کردید در امتداد خطوط سیلویت برش دهید. پس از برش یک ورق کاغذ رنگی که دوست دارید بردارید و سیلویت را روی آن وصل کنید. بهتر است کاغذ رنگی انتخاب کنید که چهره شما را برجسته کند. سپس در نهایت می توانید آزادانه پس زمینه را تزیین کنید. اگر ترسیم نکردن چیزی در پس زمینه چهره شما را بیشتر برجسته می کند، می توانید آن را همانطور که هست رها کنید. کسانی از شما که می خواهند چیزهای بیشتری در پس زمینه بیان کنند، این کار را انجام دهند وقتی این کار را انجام دادید یک خودنگاره موزاییکی دارید قبل از پایان دادن به کلاس امروز به طور خلاصه نظرات خود را پس از پایان فعالیت به اشتراک بگذارید هنگام انجام فعالیت چه احساسی داشتید آیا تغییراتی در دید شما وجود داشت یا اگر هنوز مطمئن نیستید آیا انتظار دارید در آینده شاهد تغییر باشید؟ این که آیا تغییراتی وجود داشته است یا در انتظار تغییراتی در آینده هستید آنها را آزادانه به اشتراک بگذارید پس کلاس امروز را اینجا تمام کنیم. از توجه و مشارکت امروز شما سپاس گذارم